من صفر شروع کردم، الان جزو دهتام، پر رو نمیخورم از قصه فردام، رب مینوشتم من رو جزو درسام، نمیخوام بگیرم مفت بدخام و مشت دستام، میکوبم میرم، اینایی که هیت دارم میمونن زیرم، میدونم دیدم من صفر تا صدشو دورو ور ما میای تو بند. من عاشق رپ بودم دیگه، از بچگی همینجوری موزیکای رپ رو گوش میکردم، حالا چه رپ ایرانی چه رپ امریکایی گوش کردم، دیدم خیلی علاقه دارم، شروع کردم نوشتن، شروع کردم بیت دانلود کردن، شروع کردم مثلا رکورد کردن، یاد گرفتن. اولین جا همون یه جایی بود که من توی خونه نشسته بودم و یه بیت دانلود کردم و شروع کردم ضبط کردن. اولین بار که صدای خودم رو بیت چینم باحال بود برام، گفتم که چرا که نه، شاید بشه منم این کار رو انجام بدم. فکر کنم اون جرقه‌ای بود که ایجاد شد. اولین آهنگی که ضبط کردم خب یه آهنگ خیلی مبتدی و به خیلی چرت و پرت بود. ضبط کردم همینجوری تو خونه برای مامانم اینو پلی کردم، گفتن چیه چیکار داری می‌کنی، ولی خب برای خودم باحال بود. حاجی تو میدونی سمه چه کاره سختی میشه برش خنده، از اول اومدم تکی تو کار ساختم من رو همو تنها، احترام میذارن همه به من، پشتم یه تیم گنگا، لشکرم پیشم برنده، اومدم بیرون من از سمه جنگا. میدونی 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 ما ها الماسی، بیرونی 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 داد و عباسی، همه میدونن آره کار من خدا. تمام هنرمندایی که تونستن اسمی از خودشون بذارن، شجاعت اینو داشتن که اثری خلق کنن که بهش باور داشته باشن. برای همین حرفشون رو زدن و خیلی وقتا حرفایی که ما توی موزیک میزنیم ممکنه گفتنش انتقاد خیلی ها رو به دنبال داشته باشه. ولی همین ریسکی که باعث پیشرفت همه میشه. خیلی آدم باید شجاع باشه. حالا من تو سبک خودم میتونم بگم ریسک، هی باید ریسک بکنی، یعنی همش، یعنی تو فقط نمیتونی یه جا دیگه آروم بشینی، به یه جایی هم که میرسی از اونجا بعد هم باید ریسک بکنی. فقط اینجوری نیست که آقا هی به یه جایی برسونی بعد دیگه ول کنی، هی باید تو نوآوری داشته باشی، ریسک بکنی، کارهای جدید بکنی. برای همین من احساس میکنم خودم تو کار خودم خیلی ریسک کردم و تقریبا شجاع بودم و خواهم بود. ما چقدر عمر کنیم دیگه؟ ماکسیمم 80-90 سال دیگه. دیگه چی داریم برای دست دادن؟ حالا معلوم نیست یه بار زندگی کنیم چند بار زندگی کنیم، ولی بخوام هر جوری راجبش فکر بکنیم چرا ریسک نکنیم؟ چند سال دیگه هممون میمیریم دیگه، ریسک نکنیم که چی بشه؟ باید آدم ریسک بکنه که یه اسمی از خودش جا بذاره و یه مسیری رو طی بکنه. بقول تو باید شجاع باشی، هی سبکای مختلف رو تو این سبک امتحان کنی. یعنی مثلا آهنگ پلنگ ما داشتیم ضبط میکردیم، مطمئن بودیم که یه سری میان میگن آقا این چه آهنگیه چرا، ولی از یه بار دیگه مطمئن بودیم که خیلی سر و صدا میکنه. همین سر و صدا برای ما خودش خیلی خوب بود، ولی منظور اینجاست که باید شجاعت داشته باشی. یعنی بعد اگه بخوای نصفه خالی لیوانو ببینی، بگی یه سری قراره که الان بگن آقا این آهنگ خیلی راجبه نمیدونم چیه نخونین فلان، خب ما هیچ وقت اون کار نمیکردیم، شاید الان یکی از بزرگترین آهنگامون نمیشد. اینا خیلی پلنگن، اینا خیلی پلنگن، اینا خیلی پلنگن، سیخ میخ نه نمیخوام. اینا خیلی پلنگن، اینا خیلی پلنگن، اینا خیلی پلنگن، سیخ میخ نه نمیخوام. هر جا میرم برو برم عشقتی Hit song. ببین چیزی که من تو این سالا به نتیجه رسیدم که اینکه من راجع به شخصیت خودم چیزی رو شناختم که
من از موفقیت هیچ سیری ندارم. من فکر می‌کردم که به اینجا که برسم شد بچه گفتم من به اینجا که برسم دیگه تمومه. اینجا رسیدم. ولی به اینجا که رسیدم دیدم نه اصلا برام خیلی کمه. دوست داشتم هی برم بالا و بالاتر. به قولی سیری موفقیت رو من هیچ موقع نداشتم. تو این شخصیت خودم اینو می‌بینم. یه آهنگ مثلا بزرگ دادم که هیچ شد. گفتم نه این کافی نیست. بعد یکی بزرگتر بدم، یکی بزرگتر بدم. هیچ موقع سیر نمی‌شم از چیزایی که به دست آوردم. همش بیشتر دوست دارم. و فکر کنم چیز انسانه، یه طبیعت انسانه، ولی من تو خودم اینو خیلی پیدا کردم و تو این کاری که انجام دادم دیدم این واقعا هست تو ذات انسان که آدم همیشه بیشترین و زیاد. فکر نکن که قرار من با هر حرفی خوب رازیشم، میشکنم من قانونا رو میدونی که بد عاشق بازیشم. یادم اومد اینو باز دیشب که بدون تو شاید نشه اصلا آدیشم. بگو میه آره باز پیشم، تو نباشی دیگه با کیشم. روشن کنم تو روح و قلب و قاتیشم. رفتی زدی من و آتیشم، رو هم صاف با تو مار پیچم. ببندم من با کیشم، ببازم سری من شاکیشم. حدود 7-8 ساله که شاید 10 ساله که از مامانم اینا پول نگرفتم. از بچگی خودم پول درمی آوردم. قبل اینکه بیام تو موزیک دیجی بودم، سختم بود. ولی درآمدش خیلی خوب بود. دو تا اسپیکر گنده گرفته بودم. بچگی یادم 16 سالم بود، سنگی می‌انداختم رو دوشم می‌بردم می‌برم و ولی پولش خیلی خوب بود. بعد دیگه اومدم تو رپ و اینا، خدا رو شکر که همون موقع دیگه شروع شد. یعنی اصلا من یادمه که خیلی بچه بودم کنسرت میرفتم. یعنی یادم اولی که رفتم پاشرفتم مالزی، الان ویدیوهاشو میبینم چه جوری من رفتم مالزی تنها دبی چند تا کنسرت داشتم، اصلا باورم نمیشه. یعنی اصلا اون بچگی شروع کردم به مستقل بودن فکر کنم و یه درآمدی شروع کنم ساختم برای خودم. الان سال 2020 اصلا بیشترش پوله. آخه اصلا پول نشه باشی چیکار میخوای بکنی؟ نه یه خونه میتونی بگیری، نه میتونی یه راحت زندگی کنی. یعنی متاسفانه حالا یا خوشبختانه دوستم ندارم بگم، ولی این روزا خیلی پول خیلی حرف اولو میزنه. یعنی تو پول نشته باشی اصلا نمیدونی کجا میخوای بخوابی، یا مثلا غذا برای خانواده چجوری میخوای بیاری، نمیدونم هرچی. منو ببر از اینجا، شاید پیدا نشه بهتر از این راه. میگی بنداز بهتر از این تاس، منو ببر بهتر از این شانس. کازینو شده زندگی من، میام بیرونی ست تو یه سکه جیب من. ست تا نه یکم که جاد، برو با اون کمش بخنده با توی چشم کنه فقط یه بند نگات. بیدلی للکی گیر میدادی، میدونی خودت که نیستی عادی. نه آخر رو بودی تو خیلی مادی، خونمون بود مثل انفرادی. ما حکمم بگو برای چی میخوای بری تنها بشی، برا من تو نوازشی، خوبه همه چی باز با تو. آره خیلی موقع پیاده روی دوست دارم شعر بنویسم. موقع پیاده روی پشت ماشین که هستم، بیتو که موزیکو که بلند میکنم، اون موقع پای فرمون خیلی راحت شعر بنویسم. موقع پیاده روی خیلی راحت شعر بنویسم، ولی موقعی که نشستم و اینو اصلا دوست ندارم شعر بنویسم. حرکت خیلی مهمه. تو کلا تو حرکت بودن میبینی آدمای دور و برت دارن میرن، تو نشستی بیکار، خیلی حال نمیده. برای همین اون لحظه ها من خیلی شعر بنویسم، میگم آقا من اومد. چون کار ما هم یه جوریه که ما که مثلا شرکت یا آفیسی نداریم که بخوایم بریم اونجا. میری تو خیابون میبینی مردم با این سرعت. من کلا صبح خیلی دوست دارم، 7-8 صبح میدارم میدونم میگه خب منم باید یه کاری بکنم. واسه همون موقع در میارم موبایلمو شروع میکنم نوشتن. سر نوشتن شعرها اتفاقای روزمره خیلی برام مهمه. مثلا کلا اون حس اون موقع، مثلا عصبانی ام، خوشحالم، یا مثلا از دستی که ناراحتم، این چیزا خیلی تاثیر میذاره. مثلا نسبت به حال آدم و اتفاق ها از نوست کنید. آماشتیم از خودتیم.
یعنی مشتیه اسفوته برنامه چطوره اسفوته یعنی نابیه اسفوته حسش چطوره اسفوته یعنی اسمیه اسفوته حالش شیم اسفوته یعنی عالیه اسفوته میکروفون رفیق فا نمیاد کسی به جات تافتم پگیره باز شنیدم خیلی به گاز جلو من چراغ سبز پس بگو چرا به ترس میخونم ترام به لرز کار کردم اینجا نشست جنسش چطوره اسفوته یعنی مشتی اسفوته برنامه چطوره اسفوته یعنی نابی اسفوته بهترین قسمت کار به نظرم کنسرت هاست. خیلی خوب خوش میگذره این که میتونی بری یه شهر جدید رو ببینی، طرفدارت رو ببینی، خیلی حال میده. روزایی هم که موزیک جدید دیدیم بیرون خیلی باحاله. قبل از کنسرت بیشترین چیزی که راجبش فکر میکنم اینه که چند نفر رو نامه کنسرت هایی داشتم که هزار خورده یا نامده کنسرت هایی داشتم که صد نفر. خیلی جاهاش دست ما نیست، خیلی جا اتفاقایی که میفته، خیلی جا روزایی که انتخاب میکنم برای کنسرت، خیلی بستگی برنامه‌گذارش داره کجا میگیره کیه چیه، یعنی یه سری موقع هم دست ما نیست. خیلی ساپورت هم کردن، خیلی هوامو داشتن، حتی مامانم تتو کرده بزیله اینجا. آره خیلی هوامو دارن، بابام خیلی هوامو داره، مثلا همیشه آهنگا رو پلی میکنه. دیدم مثلا میرم خونه میرم داره آهنگامو گوش میکنه، حال میکنه، دمش میگم. من مامانم خیلی جوونن، یعنی اختلاف سنی هم مامانم خیلی کمه، خیلی هم آدمای کولی ان. مامانم که فرانسه بزرگ شده، بابام تقریبا بیشتر قبل اینکه با مامانم آشنا شه فرانسه بود، یعنی کلا منتالیتیشون خیلی کول و باحال، یعنی اصلا براشون مهم نیست من تو آهنگ فوش میدم و خیلی حال میکنن. حتی بابا مثلا آهنگامو بلند میذاره و پلی میکنه و حال میکنه. یادم این دفعه مامانم هم گفت هیچ وقت یادم نمیره، گفت بزاد باید نجیب هست بندا دور بچه بازی هرچی هست، نصف قلبم مال من مال تو بقیهش، حتی اگه بچی کس یه وقت نشه سرچی از دنیا بدون همیشه یه گنجی هست. زندگی به لحظه هاست، خوشی ها و خنده ها، سخت نگی مهم نیست هم به چپ هم به راست، هرچی باشه آسمون مال تو خاص بمون، نشو شبی بقیه بین کارت آس بمون. تو که میگی رپری تو مودت کم بری، نباش فقط فکر شب و ودکا تو کرمبریت، عمیق فکر کن ساده باش، بخن کلی لابلاش، آهنگاتم نابداش مون تو سرم نامه هاش. الان دلم تنگ شده واسه هکی اومده و رد شده، دیوار زندگیم خاک سری بوده ولی الان دیگه رنگ شده، الان دیگه رنگ شده، الان دیگه رنگ شده. هیچ موقع نیومدم یه آهنگ رو کپی کنم، ولی اون ترند و اون اتفاقای مثلا توی آمریکا الان این نو بیت رو بورسه، یا مثلا تو آمریکا نه تو کل دنیا، مثلا الان موزیک آفریقایی افرو پاپ بهش میگن خیلی رو بورسه. خب من دوست وقتی میشنوم خوشم میاد سعی میکنم بیارمش روش، حالا مثلا یه سب تو اون سب بیام روش فارسی بخونم، ولی اینکه بیام همون بیت و همون چیزی هیچ موقع این کارو نکردم. ولی خب شنیدم، چه میدونم توی مهمونی رفتم با بیت رو شنیدم باحاله، گفتم یه اینو بیاریمش تو این سب، ولی هیچ موقع از هیچ موزیکی تو حالا نشده که کپی بکنم. ولی صد درصد اون ترند و اون چیزی که مد رو دوست دارم برای ایران بیارم. برو بریم حاجی کار تو میکشم تخمم صورت حساب، همه جوره بکن آجی رو من حساب، هر جا میرم چشا رو من زوم من که صاف، حساب ندارم مودم که صافه، کس خاله تیپ میام با هودی لش تو، طول نده بگو سری زودی کشکو، دافه میگه زنگ زدم بزی بودی مشغول، برنامه از بیا با چند تا قوطی مشرو، آجی تو که باختی بخون کرکوری کم، منو شل کردم با دوتا پورتوری کن، اکیپم پلوم مودم قول داری جنگ، منو میبینن همه میشن چون فوری هنگاره. خب من وقتی که شروع کردم خیلی از پیشکسوتای رپ هوامو داشتم، دمشون گرم، یعنی واقعا خیلی کمک کردم.
ولی همیشه تا از ذهنم این بود که بهزاد تو اگه بخوای فقط به دوستات تکیه بکنی به هیچ جا نمیرسی، تو باید همه چی رو یاد بگیری، همه کارا رو سعی کنی خودت انجام بدی. برای همین در کنار بچه ها همینجوری من خودم هم سعی میکنم کار خودم انجام بدم و رقابت خیلی بالاست. آره رقابت عادیه، هر کی دوست داره بهترین باشه، منم برای بهترین بودن سعی میکنم و همش هم سعی. یعنی اگه بخوای تو بیخیال باشی یه روز اخواب باشی بگی نه من امروز حوصله کار ندارم، واقعا عقب میفتی. برای اینکه همه دارن کار ضبط میکنن، همه دارن موزیک ضبط میکنن، همه دارن کنسرت میذارن و باید 24 ساعته کار کنی و فکر تمرکزت به موزیک باشه، اگه نه عقب میفتی. خب من البته طرفدار یا کسی که رپ گوش میدم منو همیشه به عنوان سولو آرتیست میدیدم، ولی خب صدسته با گروه های مختلف با گروه خودمون با بچه ها همیشه همکاری زیاد داشتیم. ولی خب دوست داشتم این ریسکی بکنم یکم مستقل تر برم جلو ببینم که بازی چجوریه و اگه خواب بمونی رفتی. برای همین منم 24 روشم دیگه گفتم که بالاتر و مستقلتر و قویتر برم شد. بول میزنه بوش زیر دماغم، بحث ما یه نباشه نیست دیگه علاقم، میدونی همه دیست میده برا من، چونه نزم قیمت دیویست میده در آخر. نمیتونم بگم هنوز اونجوری که فکر کنم باید، همه میگن عشق و عاشقی اینا، اونجوری در ته دلم تجربه نکردم، ولی خب 100% با کسایی که تو رابطه بودن دوستشون داشتم. هنوز مطمئن نیستم، یه موقعی خیلی تنها میشم میگم اه چه حالی میداد الان یکی بود با هم، همه این کنسرت ها رو با هم میومد، همه اتفاقای خوب با هم تجربه میکرد، میدید که چیکار دارم میکنم. اینقدر مثلا چون یه سری واقعا یه سری شبا تنها میشی تو، یعنی میری کنسرت داری 1000 نفر جلوت هم ولی بعدش تنهایی. مثلا من اینکه بی‌حوصله ام بعد برنامه، یعنی من بعد برنامه خیلی دوست ندارم برم افتر پارتی و نمیدونم با اینو، دوست دارم بیام ریلکس کنم، آروم باشم، آماده شم برای بعدی. برای همین موقعی دوست دارم که یکی باشه، هوام داشته باشه. از یه بر دیگه هم وقتی که حالا تو یا تو رابطه هم یا با مثلا با یکی میرم مسافرت یا هر چی، شاید یکم بعد از یه مدتی آدم اون فوکس یا اون به قولی تمرکزش رو از دست میده. نمیدونم، هم یه جورایی دوست دارم یه جورایی دوست ندارم، چون احساس میکنم که وقتی یه پارتنر یه شریکی داری خیلی تمرکزت باید بین اون و کارت پخش بشه، ولی شاید اگه سینگل باشی تنها باشی تمرکزت کامل رو موزیک باشه، ولی یه موقعی هم دیگه اون تنهایی اذیت میکنه. حالا هنوز زوده، شاید 2-3 سال دیگه بتونم دقیق بهت بگم که کدومش بهتره. نصف شب پشت فرمون بازم یادتم، گفتی مسیر رو جدا بشه من باسم راحتم، تخمی شده با تو الان واقعا رابطم، کاش تغییر کنه بینمون، خب ماجرای کم، منو خبری ندارم ازت این بی سابقه است، همش کلکل داریم با هم انگاری مسابقه است، گفتی عشقمون باید باشه ما بی دیوار و مرز، الان فقط اومده بینمون بی خودی ما ترس، من و تو واقعا باید بمونیم با هم، گسته خاره فاصله میزنه حالم و به هم، قلادی همیشه آره میمونی واسم، من و تو اون جایی من اینجا هم باید دل تنگ. بری نمال هدفی که دارین دیگه، واقعا اصلا نترسین، حالا هر چی که شد اصلا نرسیدن هم هستین، ولی اینجوری نشه حالا فقط بشینین یه جا ببینین چی میشه. چون داشتم دوستایی که مثلا همینجوری شل کردن و اینا، کلن برین نمالش حالا هر چی که شد، هر چی هم که میخواد بشه. مثلا یه سری میگن تو پولدار بودی فلان بودی به اینجا رسیدی، آقا اصلا ربطی نداره، تو اگه یه کار خفنی بکنی میکنی، میدونی این شعرها رو بالاخره کی مثلا پول بذاری شعرها خوش نمیشه 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 که، باید سخته بابا، تمرکز، همه چی به تمرکزه. میگن بحث اینجاست که یعنی آدم باید تمرکز داشته باشه، تمرکزشو نباید این برام رو بره، بیفتی قشنگ اون چیزی که دوست داری، انقدر سمج بشی که دیگه خود کار بالا بیاره، بگم مثلا ولم کن مثلا، حالا هر چی، ورزش، موزیک، بیزنس، هر چی میشه به نظر من، یعنی کار نشد نداره. میدونم روزای بهترم تو راهه،
فکر نمی کردم بشه شد خدا شکر خدا شکر خدا شکر خدا شکر خدا شکر این زندگی ما رو کجا برد کجا برد خدا شکر خدا شکر خدا شکر خدا شکر کردم صفر و صد پاش گذاشتم کلی وقت من تو شرایط سخت الان کنسرت کلی صفه هوادار و جیغ پیشم من کل تیم خیلی خوب زندگی شده درست مثل فیلم یه مثل ما نید روک همه چی ردی که شک میزنیم سری یه بود سختی ماما دیگه غریب شد.